سلام، شما بیننده برنامه مجله صبح هستین و ما محب یوسفی تا رأس ساعت 10 میزبان شما هستم. موضوع امروز برنامه در پیوند به کارکردهای شهرداری کابل هست، مشخصا در مورد مسیر کوتل خیرخانه که حالا قرار هست کارش آغاز شود و سر و صداهای هم بلند شد مبنی بر تخریب یک شماره از خانه ها، که شما مشخصا در مورد اگر دیدگاه، پرسش و یا هم نقد دارین همین حالا به شماره تلفن 0790-13-71-71 به تماس شوین و آنچه مربوط بحث امروز میشه همراه ما شریک بسازین. ما حتما یادداشت میگیرم و همراه آقای بارکزایی که به برنامه حضور پیدا میکنن یا امروز یا هم در روزهای آینده همراهشان در میان میگذارم تا اینکه پاسخشان را در مورد داشته باشن. خواهش شما ای از زمانی که تماس میگیرین همیشه در آغاز برنامه تاکید کردیم در نخست موقعیت مناسب را انتخاب کنید، سپس تماس بگیرید، به دلیل از اینکه ما بتانیم صدای شما را به شکل بهتر داشته باشیم و شما هم بتانین مشخصا پرسشتان را یا هم نقد و نظرتان را در پیوند به موضوع امروز برنامه همراه ما شریک بسازین و همین حالا میتانین از هر گوشه و ولایت افغانستان به شماره تلفن 0790-13-71-71 به تماس شوین و مشخصا در مورد با ما دیدگاهتان را شریک بسازین. بس غرفه ها بسیار زیاد جدی هست، بارها در مورد بیننده ما تماس گرفتن، به ویژه کسانی که حالا به نحو صاحب غرفه هستن میگن که کرایش بسیار زیاد بلند هست و نظر به وضعیت اقتصادی که حالا حاکم هست در افغانستان به ویژه در پایتخت توانایی از این را ندارند تا به مقدار زیاد پول را از بهره کرایه به شهرداری بپردازند و خواهششان هم همیشه ای بوده تا شهرداری در مورد توجه داشته باشه و همچنان از قیمت بلند کرایه بپرهیزه. و بس جدی موضوع کوتل خیرخانه هست که مسیر کوتل خیرخانه سرک که حالا کارش آغاز میشه به خاطر از اینکه سرک بتونه به گونه درست و معیار ملاک که شهرداری انتخاب کرده را پیاده کنه، نیاز هست تا یک شماره از خانه هایی که در این مسیر هستند و به گفته آقای بارکزایی که خانه ها زمینش مربوط دولت میشه و اینا خانه ها را تخریب میکنن به خاطر از اینکه بتونن مسیر کوتل خیرخانه را به شکل خوب و مناسب پیش ببرن، ولی سر و صداهای بلند شده مبنی بر ای که در همچون وضعیت نباید خانه های مردم گرفته شود. اما آقای بارکزایی در مورد گفتند کسانی که یک خشتشان هم تخریب میشه یا از بین میره برشان پول پرداخته میشه، یعنی اگر به کس زیان برسه، تاوان برسه، شهرداری کابل تمام زیانهایی که به اونا میرسه را به نحو جبران میکنه. اما مردم باز هم شکایت دارن در مورد و دیدگاهشانی است که باید توجه صورت بگیره. بیننده ما روی خط هستن، سلام به شما. سلام، صدای مرا دارین؟ بفرمایین. خب، تماسشان متاسفانه قطع شد. ما همیشه در آغاز برنامه تاکید کردیم زمانی که تماس میگیرین در نخست موقعیت درست را انتخاب کنین، سپس تماس بگیرین. یک شمار از بینندای ما تماس میگیرن ولی حرف نمیزنن و خواهش ما ای است زمانی که در مورد پرسش ندارین، نظر ندارین، نقد ندارین، پس خواهشان تماس نگیرین و فرصت را بدین به کسانی که میخواین مشکل خود را همراه ما شریک بسازن. و زمانی که تماس هم میگیرین موقعیت درست را انتخاب کنین به دلیل از اینکه بتونم صدای شما را به شکل بهتر داشته باشم. چون پولتان مصرف میشه پس نیاز هست که دیدگاهتان همچنان همراه ما شریک ساخته شود تا اینکه ما همراه مسئولین یا امروز که شرکت میکنن یا هم در روزهای آینده شریک بسازم. شماره تلفن برنامه 0790-13-71-71 فعال هست، همین حالا میتونین از هر گوشه ولایت افغانستان و تماس شوین. موضوع امروز برنامه در پیوند به کارکردهای شهرداری کابل هست و مشخصا در مورد غرفه ها، موضوع مسیر کوتل خیرخانه و بس ای که سطح آب شیرین بسیار زیاد پایین آمده در این روزها در پایتخت، بیننده ما نگرانی خود را شریک می سازن
و دیدگاهشانی است که باید در مورد توجه صورت بگیره. بیننده ما در خط تلفن هستند. سلام با شما. خب ظاهراً تماس قطع شده و موضوع امروز برنامه کارکردهای شهرداری کابل هست. شما مشخصاً در مورد اگر دیدگاه، پرسش و یا هم نقد دارین، همین حالا با شماره تلفن 0790-13-71-71 با تماس شوین و آنچه مربوط بحث امروز میشه همراه ما شریک بسازین. موضوع بحث امروز کارکردهای شهرداری کابل هست. من پیشتر هم گفتم درباره مسیر کتل خیرخانه دیدگاه های بسیار زیاد متفاوت وجود داره. بعضی ها به این باور هستند که نباید در همچون وضعیت این تصمیم گرفته شد، ولی شهرداری کابل بارها گفته که موضوع بسیار زیاد جدی هست و توجه میکنند تا هر چی زودتر کارهایشان را آغاز کنند و به کسانی که خانه هایشان در این مسیر تخریب میشه جبران خساره صورت میگیره و همچنان پولشان پرداخت میشه. بس غرفه ها را ما گفتم که مورد هست که همیشه قابل نگرانی هست، به دلیل از اینکه شماره به این باور هستند چون که کرایه غرفه ها بسیار زیاد بلند هست، به این دلیل نمیتونن پرداخت کنن. همین گونه موضوع سگ های ولگرد را همچنان شماره از بیننده ما شریک ساختن، ولی شهرداری هرچند ما بارها همراهشان در این مورد بحث داشتم اما گفتن که در این مورد اقدام کردن و بعد از این هم اقدام میکنن. و همین گونه بس کراچی ها یا کراچی های سیاره که به کوچه ها میره و آلودگی صوتی ایجاد میکنه از مورد های بسیار زیاد جدی هست که بیننده ما همیشه شریک میسازن. آقای بارکزای در هفته گذشته گفتن که همراه مسئولینشان، البته اینا بیشترشان شرکت ها هستن، همراهشان به تماس شدن و گفتن که تلاش صورت بگیره تا به خاطر از یک تبلیغ کنن یا هم اعلان کنن از لاود اسپیکر یا همو بلندگوها استفاده نشه، به ویژه در هنگام صبح چون بیشتر هموطنان ما خواب می باشه. همین گونه بعضی از خانواده ها بیمار دارن، به این دلیل آلودگی صوتی ایجاد میشه و منجر به این میشه تا مردم ناراحت شون و باعث مزاحمت به مردم میشه. اینا مورد های بسیار زیاد جدی هستن که بارها در این مورد همراه شهرداری موضوعات مختلف را شریک ساختیم و همچنان در روزهای آینده شریک می‌سازیم که چقدر تا حالا کار کردن، چقدر دستاورد وجود داره و موضوع کوتل که بسیار زیاد جدی هست همراهشان همچنان ایره شریک می‌سازیم. اگر شما مشخصا در مورد دیدگاه، پرسش و یا هم نقد دارین، همین حالا با شماره تلفن 0790-13-71-71 با تماس شوین و آنچه مربوط بحث امروز میشه همراه ما شریک بسازین. بیننده ما تماس میگیرن ولی به دلیل از اینکه موقعیت درست را انتخاب نمیکنن، همکاران بخش تکنیک ما با استودیو وصل نمیسازن. پس خواهشان زمانی که تماس میگیرین موقعیت درست را انتخاب کنین، به دلیل از اینکه پولتان مصرف میشه پس خوب هست که ما هم صدایتان را به شکل مناسب داشته باشیم و همچنان در مورد دیدگاه و نقد و نظرتان را همراه ما شریک بسازین. قسمی که پیشتر هم گفتم ما در روزهای پسین بارها در موضوعات مختلف بحث کردیم، بیننده ما پیشتر در مورد بحث کمک ها پرسش های دارند که مشخصا مربوط وزارت مبارزه با حوادث طبیعی و همین گونه مربوط شهرداری نمیشه، البته مربوط ریاست سرمیاشت میشه و دیدگاه های متفاوت در اون مورد هم وجود داره، به ویژه کسانی که در هفته های پسین از بحر سیلاب ها آسیب دیدن، متضرر شدن، شکایتشان همی هست که ای روند کمک به گونه شفاف نیست. موضوعاتی که مربوط کمک ها میشه حتما در روزهای آینده مسئول می داشته باشیم تا در مورد بحث کنیم، ولی مشخصا امروز شما در مورد شهرداری میتونین دیدگاهتان را شریک بسازین که کارکردهای شهرداری کابل را ما به بحث گرفتیم و شما مشخصا در مورد همین موضوع میتونین همراه ما صحبت کنین. شماره تلفن 0790-13-71-71 با گونه زنده فعال هست، شما میتونین تماس بگیرین. بیننده ما در خط تلفن هستن. سلام با شما. سلام، صدای ما رو دارین، بفرمایید. بله
سلام، بفرمایید اسمتان، از کجا با تماس شدین؟ سلام، خوب اسمیت یادمان؟ سوز تشکر. بله، ما از طرف دشتبرچی با تماس شدن محترم. دیگر مشکل نیست، فقط از طرف دشتبرچی. درست است، بفرمایید مشکل چی است؟ مشکل ما است که انمی کراچی که پشت دروازه میاد بسیار آلودگی صوتی ایجاد میکنه. ما در خانه مریض داریم، به او خاطر اگر برای سر صدا کنم خوب نیست. اگر این مشکل دولت خودش حل بسازه بسیار خوب میشه. درست، درست است. موضوع گرفته شد در پیوند به آلودگی صوتی، گفتن که پیشتر هم اشاره کردم در این مورد و هرچند همراه آقای بارکزای بارهای موضوع را ما شریک ساختیم، گفتن که همراه شرکت هایی که مسئولیت دارن همراهشان با تماس هستن و تاکیدشان این است که جلو همچون کارها گرفته شوه، ولی گفتن اونایی که با گونه موقتی کار میکنه یا فردی کار میکنه، تیم های سیارشان تلاش میکنن تا هر صبح در روزهای مختلف در منطقه های مختلف حضور پیدا کنن و کسانی که دست به همچون کار میزنن را گوشزد کنن تا ای که جلوی کار گرفته شوه. بیننده ما از دشت برچی از غرب کابل با تماس شدن و این مورد را همچنان همراه آقای بارکزای شریک میسازم که مشخصا در مورد غرب کابل تا حالا اقدام کردن تا ای که بتانن جلو آلودگی صوتی گرفته شوه و همین گونه به مردم و به کسانی که مثل که بیننده ما گفتن بیمار دارن یا مریض دارن با اونا مزاحمت صورت نگیره. به ویژه شما شاهد هستین که بیشتر بیمارستان ها و شفاخانه ها هم در منطقه های مختلف هستن و اینا وقت عبور و مرور هم میکنن از اونجا هم میگذرن. پس حتما در این مورد بحث میکنم همراه آقای بارکزای. باز هم بیننده ما در خط تلفن هستن. سلام به شما. بسیار زیاد تشکر. بفرمایید اسمتان، از کجا به تماس شدین؟ از نایف به تماس شدیم. یکی خواهمی خواهرم هم گفتم آلوده ای ساوتی در پیچه هست، باز اینا شرکتی هم نیست، کسایی هست مثلا در کار فروش هست اونجا در چی غرفه دادن دیگه جای نمیمونن یا در کسی هم میگردن لاستیکو را. اگر درست خود مردم مقدام کنه خواهی یک جنجا لوتی میشه، اگر حکومت نمی توجه کنه دیگه. در کچه اونجا که از یک تراتی زیاد نمیره، یک کچه که دو متر رنجش هست اونجا هم در دمیتر یک دستانداز یا جور کردن که موتر متاسکیل یا من میمانه میگه در قسمت باقی شریف نمیگه، فقط یک جغل اندازی کار داره اینجا اینو میره. اگه امروز شاروالی به مطرح کنیم دوشت وزش خراب هست، مطرح دوستان هست، اجام هم زیاد هست، وز دیگه کدام کار زیاد هم کار نداره، فقط یک جغل اندازی طرف از دریا جغل بکشه و طرف فرش کنه بسیار خوب میشه برای مردم. درست است. بسیار تشکر از تماستان و بعضی که دیدگاهتان را مشخصا در مورد شریک ساختین. بحث بالودگی صوتی و همچنان بحث جغل اندازی گفتن در ناحیه هفت، این مورد را ما همچنان همراه آقای بارکزای شریک میسازم. شما هم اگر مشخصا در مورد دیدگاه، پرسش و یا هم نقد دارین، همین حالا با شماره تلفن 0790 13-71-71 با تماس شوین و موضوع همراه مپ شریک بسازین و بیاداشت میگیرم و در روزهای آینده حتما همراه آقای بارکزای در میان مگذارم. موضوع امروز برنامه کارکردهای شهرداری کابل هست و مشخصا شما هم اگر در مورد دیدگاه دارین از هر گوشه و ولایت افغانستان میتونین با تماس شوین و همراه ما شریک بسازین. رفت و برگشت کوتاه. سلام مجدد به دوستایی که تازه پیوستن. شما بیننده برنامه مجله صبح هستین و من محب یوسفی تا رأس ساعت 10 میزبان شما هستم. موضوع امروز برنامه در پیوند به کارکردهای شهرداری کابل هست. شما هم مشخصا در مورد اگر دیدگاه، پرسش و یا هم نقد دارین، همین حالا به شماره تلفن 0790 13 71 71 با تماس شوین و آنچه مربوط به بحث امروز میشه همراه ما شریک بسازین. ما حتما در روزهای آینده که از شهرداری یا هم بخش دیگه مهمان می داشته باشم مسئول می باشه همراهشان در میان بگذارم، ولی شما همین حالا میتونین با شماره تلفن 0790 13 71 71 با تماس شوین. بیننده ما ظاهرا در خط تلفن هستن. سلام با شما. سلام، صدای مرا دارین، بفرمایین. سلام علیکم.
علیکم السلام، اسمتان از کجا با تماس شدین؟ من از نایه شش اموین در تماس هستم. ببخشید، یک پیشنهاد دارم، یک مشکل. مشکلش ایست که اکثر شاروالی که صفایی میکنه کجا را این کذافات را پاری کجایی میپردن، یکی نیست که نمیبرم، مگرم آجل نمیبرم. 5-6 روز تیر میشه، 50-60 کدی پرد جوی میبرن و باقیش هم میبرن، این پاید از پرابلم هست. و چی من پیشنهاد میسی اگر شاروالی امکان داشته باشه جال جور کن در بعض جایی که سایی گیرنده پلاستیک می باشه، که یا همین پلاستیک هایی که جمع شده هم کشیدنش برای شاروالی آسان میشه و هم جوی آبنده میشه. دیگه میتونم مشکل لکه شما سوال کنید. بسیار زیاد تشکر. حتما ما همراه آقای بارکزایی شریک میسازم. بیننده ما از ناحیه ششم به تماس شدن و در مورد صحبت هایشون داشتن که ما بیاداش گرفتم و همراه آقای بارکزایی در روزهای آینده شریک میسازم. شما هم مشخصا همین حالا میتونین از هر گوشه ولایت افغانستان به تماس شوین و در مورد دیدگاهتان را شریک بسازین. بیننده ما در خط تلفن هستن. سلام به شما. سلام، صدای مرا دارین، بفرمایید. سلام علیکم. علیکم السلام، اسمتان از کجا با تماس شدین؟ و پاسپورت خبری کاوشم. هو مهربانی برو رب. و به خوشحال خان تیم کلین خبری کوم من خلیل ده. خلیل صاحب مهربانی. ده به شهرواری ده خدمات نا خویده خدمت او فلسطین ده زن افغان کل. و سیاو بل مشکل پاده ده دلاسته کمی دیگر سخت فازاد ده. نها او دغه په علاج یو کې د لاس وکړو درست. موضوع امروز برنامه در پیوند به فعالیت ها و کارکردهای شهرداری کابل هست و مشخصا در مورد اگر شما دیدگاه، پرسش و یا هم نقد داشته باشین همین حالا با شماره تلفن 0790-13-71-71 به تماس شوین. موضوع کوتل خیرخانه که از بحث های بسیار زیاد جدی هست که بیننده ما شکایت های خود را همراه ما شریک ساختن، ولی شهرداری گفت که تصمیمشان بسیار زیاد جدی هست. این پروژه سالهای سال به دلیل های مختلف سیاسی، اقتصادی یا هم بحث هایی که قومی می شد گفتن که تا حالا دست کم کار شروع نشده بود، ولی بعضی پس کارش به گونه بسیار زیاد جدی و سریع پیش خواهد رفت و گفتن کسانی که خانه هایشان تخریب شده حتما جبران خساره صورت میگیره. سلام با شما. سلام علیکم. علیکم السلام، اسمتان؟ اسم ما ظلمه است، محترم. ظلمه بفرما. شما را زحمت دارم. بفرما. محترم، ما یک گلد میتیون رسولی شهر شاد این قلعه شفیر میگن یک منطقه و یک زمین داریم، این به خاطر اهمیت شیاطه میکنن نفرهای شهرواله آمده که شما عمل بگیرین. این کدام عمر ما خود بلا پنج منزله و دوانزله جو خانه جو نمی کنم به خاطر حتی که امنیت از مردم حفاظت شود. دیوار چهار دیواری که میگیم به خاطر باغ یا زمین او ریچه میکنم این نمیره. شما معلومات بکنید در شهرواله چه رقم بسید. درست ما رو حجیت میکنه هر وقت میگه که شما برای نه از شهرواله همیر بگیم شهرواله میگه بیرین پشت نخطش یار آن میکنه که بروی فلانی جایش از درشتی تکوی تکوی نمیره. معلومات نگرفته محترم. درست است. کار داره نداره ما چی کنیم در کجا تماس بگیریم. درست است. حتما همراه آقای بارکزایی موضوع را شریک میسازم و تا ای که در مورد اقدام کنند شما هم میتونین همین حالا با شماره تلفن 0790-13-71-71 به تماس شوین. و موضوع امروز برنامه کارکردهای شهرداری کابل هست. بیننده ما در خط تلفن هستن. سلام با شما. سلام، بفرمایید. خواهشان صدای تلویزیون تانا پخش کنین. بله، سلام علیکم بیادر. علیکم السلام، خوب هستی؟ بسیار زیاد تشکر. گوش کنین بیادر، ما از نایه هشت گپ میزنیم. امین بفرمایین. از نایه هشت گپ میزنیم. امین صفایی شهر به مانای چی؟ در صورتی که پاک نکنن شهرواله چرا ما صفایی بده؟ پاک نمیکنن؟ خب، تماسشان قطع شد و در مورد بحث صفایی شهر گفتن که وقت پاککاری صورت نمیگیره یا هم نظافت و بحث زباله ها و اینا جدی گرفته نمیشه، پس چرا صفایی بتن؟ ولی من حتما این مورد شریک میسازم که در ناحیه هشت چقدر در این مورد
توجه صورت گرفته. بیننده ما روی خط تلفن هستند. سلام به شما. سلام، صدای ما رو داریم، بفرمایید. سلام علیکم. علیکم السلام، بفرمایید. گفتم کردم ما نوعی عبد هستم و کتر خیرخانیم. سرک چند متر میره؟ خب درست، در مورد هفته گذشته آقای بارکزایی تشریح کردن و گفتن که به اندازه که نیاز هست سرک را انتقال میتن و گفتن که 126 خانه، بعضی از خانه ها به گونه قسمی تخریب میشه، یعنی دیوارش تخریب میشه، قسمتی از حویلیش میره، ولی گفتن که بعضی از خانه های دیگه هم به گونه کامل تخریب میشه. اما ای که کدام مسیر چقدر هست، متر و مکعب و بحث تکنیکیش، ای را حتما همراه آقای بارکزای شریک میسازم. ولی اونا پیشا پیش تمام هماهنگی های خود را انجام دادن، یعنی اگر نیاز باشه هر آن قدر که نیاز هست برشان به مو اندازه حتما کار خود را پیش میبرن و قسمتی از خانه ها را تخریب میکنن و یکی دو روز دیگه فکر میکنم کارشان آغاز میشه. و مسیر کوتل خیرخانه یکی از بحث های بسیار زیاد جدی بود که بارها در جمهوریت هم رویش بحث شد و گفتن که کارش را آغاز میکنن، اما با دلیل های مختلف هیچگاه کارش آغاز نشد. ولی حالا شهرداری کابل بسیار زیاد جدی هست در این مورد و گفته که هر گونه مشکل و چالش اگر وجود داشته باشه را حل میسازن. اما این پروژه را که یک پروژه بسیار زیاد بزرگ هست و پایتخت را با شمال افغانستان وصل میسازه و از فشار بلند ترافیکی همچنان کاسته میشه، گفتن این پروژه خود را آغاز میکنن و خانه هایی که تخریب میشه را هم جبران خساره میکنن، حتی اگر یک خشتشان هم تخریب شوه. اما پروژه باید به گفته خودشان امسال عملی شوه. بیننده ما روی خط هستند. سلام با شما. سلام، صدای مرا دارین، بفرمایین. نه، صدای مرا میشنوین؟ بفرمایین محترم، اسمتان از کجا با تماس شدین؟ ما از قرغه با تماس شدیم. اسمتان؟ اسمت الله، بفرما. اسمت الله هستیم. بفرما. بیادر ما خوالی چند روز میشنه کلی صدا چیز میکنه به شروالی همون چیز میکنه که در شو سگار کلی شو چیز میزنه لشتو که خواب میتر تا در خیالی تکریفی روانی ما و همون کلی پیدا کردیم ولی همون بچه کدام صدا را گفتین میبخشین؟ با چی دلیل صدا هست؟ در روز کلی روز همون سپیکر را چیز میزنه ماریان میمانیم کجا گویه خودیم کجا بریم از کجال خان به این طرف هم هر جایی که بریم در روز سگار چه چیز داشت و سگار چیز میزنه در روز لکه کرکر میزنه. درست، موضوع گرفته شد. در مورد حتما همراه آقای بارکزای ما شریک میسازم بسره و بس دو مورد بسیار جدی که مسئولیت شهرداری هم هست را همراه ما شریک ساختن و مورد بلندگوها گفتن، همین گونه سگهای ولگرد که هر دو بسیار زیاد در این وقتها جدی شده و هر چند شهرداری گفته که اقدام کردن اما باز هم مردم شکایت میکنه. تشکر از اینکه پیامتون را همراه ما شریک ساختین. باز هم بیننده ما در خط تلفن هستن. سلام به شما. سلام، صدای مرا داریم، بفرمایین. خب تماسشان خط شد. موضوع امروز برنامه کارکردهای شهرداری کابل هست. موردهایی که بینندای ما از ناحیه های مختلف شریک ساختن، بس بلندگوها بود، سگهای ولگرد، همین گونه بالودگی صوتی که پیشتر هم اشاره کردم، بس موضوع کوتل، همین گونه غرفه ها، موردهایی هستن که بینندای ما همراه ما شریک ساختن و ما یادداشت گرفتیم و حتما شریک میسازم همراه مسئولین. باز هم بیننده ما در خط تلفن هستن. سلام با شما. از نای عبده به تماس شدیم برادر. مهربانی، ما شکایت مامید برادر که این کوچه سرک بستان بسیار سگای ملگر زیاد شده، انقدر زیاد شده که ما شب نمیتونیم بخوایم، بسیار مردم به تکلیف هستیم. شغلانی کابل در جمعاتیشان توجهی ندارن، خیر وقت مشکه. درست، جمع نمیتونیم. درست است، بس سگ های ولگرد باز هم شریک ساختن، هرچند
کمپاین جمع آوریش از سوی شهرداری آغاز شده بود، ولی تا هنوز هم این مورد قابل نگرانی هست و بینندای ما همراه ما شریک می سازن و خواست و خواهشان هم همی هست که باید در مورد زودتر اقدام کنه تا ای که منجر به مزاحمت به مردم نشه و همین گونه به آلودگی صوتی هم مورد بسیار زیاد جدی هست. پایین آمدن سطح آب شیرین هم قابل نگرانی هست. بس موضوع کوتل همین گونه غرفه ها را گفتن که کرایش بسیار زیاد بلند هست و توانش وجود نداره. همین گونه بس جمع آوری پول که از سوی دکاندارا و همچنان غرفه ها جمع آوری میشه، چقدر این روند شفاف هست و چقدر شفافیت مد نظر گرفته شده. اینا موردهایی هستند که بینندای ما همراه ما شریک میسازن و شما هم مشخصا اگر در مورد دیدگاه پرسش و یا هم نقدی دارین، همین حالا به شماره تلفن 0790137171 به تماس شوین و همراه ما موضوع را شریک بسازین. سلام با شما. خب صدای مرا فکر میکنم ندارن، هرچند ما بارها تاکید کردیم زمانی که تماس میگیرین خواهشان موقعیت درست را انتخاب کنین، ولی ظاهرا توجه صورت نمیگیرم. باز هم بیننده ما روی خط هستن. سلام با شما. سلام علیکم. علیکم السلام. امین با چیم میگم در ویفی هم سایه مرسیم و برش ماهود دادم مکی از دیو بیچاره شهر سقیر دارم برای ندادم. درست، در مورد کمک ها حتما در روزهای آینده همراه ریاست سرمیاشت بس میکنیم. بس کمک ها پرچند امروز موضوعی نیست که ما حالا در مورد بس کنیم، ولی حتما در روزهای آینده حتما همراه آقای شرفزوی و همین گونه آقای حقانی که مسئولیت دارند در وزارت مبارزه با حوادث طبیعی و همچنان ریاست سرمیاشت و مشخصا هم هدفشان کمک به کسانی که مستحق هستند، با کسانی که به ویژه در سیلاب های پسین آسیب دیدن متضرر شدن همراهشان شریک بسازن. و موضوع امروز برنامه کارکردهای شهرداری کابل بود و موضوعات مختلف را بینندای ما همراه ما شریک ساختن. بحث کوتل را گفتن، مسئله غرفه ها را گفتن، آلودگی صوتی که توسط بلندگوها و کسانی که دستفروش هستن و با کوچه ها میرن مورد بسیار زیاد جدی و قابل نگرانی هست به بینندای ما. بس سگهای ولگرد را گفتن به ویژه از طرف شب که مزاحمت ایجاد میکنن. همین گونه در مورد جغل اندازی در ناحیه هفت گفت یکی از هموطنای ما که مشکل است و گفتن که همراهشان در میان بگذارین. و موضوعات مختلف دیگه که امروز بینندای ما شریک ساختن و ما حتما در روزهای آینده آقای بارکزایی را در برنامه می داشته باشم و موضوعات را که شما همراه ما شریک ساختین و ما یادداشت گرفتم همراه اونا در میان مگذارم. و شما میتونین هر ساعت بیننده خبر تلویزیون یک باشین. همکاران بخش خبر ما تلاش میکنن تا تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را به شما هر ساعت پیشکش کنن. شما میتونین همچنان دیدگاهتان را در مورد موضوعات مختلف همراه ما شریک بسازین از طریق شماره تلفن، از طریق صفحات مجازی تلویزیون و همچنان راه های ارتباطی دیگر که هست. در برنامه مجله صبح هم ما همیشه تلاش میکنیم تا پل شویم میان شما و مسئولین تا ای که بتونیم اندک سهم داشته باشیم در کاهش چالش ها و مشکلاتی که بسیار زیاد جدی هست در برابرتان. اما در مورد برنامه امروز باید بگویم در همین دقیقه به پایان میرسه. فردا رأس ساعت 9 همین جا و همین استودیو و ما با یک موضوع جدید برمیگردم. خداوند نگهدارتان.